ما چه ستیزی داریم با دیگران واقعیت این هستش که الان مثلا وقتی شما صحبت از بحران و آب رو بکنید که در کشور ما واقعا یه مسئله بسیار بغرنجیست است فقط محدود به ایران نیست کل منطقه باش مواجه هستش و ظاهران اسرائیل میتونه از این بهترین باقنید. متخصصین رو دارن حالا ما به جای که بیایم و بهترین کارشناسان جهانی که خیلی هاشون اسرائیلی هستن بیان کمک بکنن که این موزل آب تا دیر نشده در ایران حل بشه دنبال این هستیم که اینا رو از صحنه دنیا محو کنیم چرا چون باهاشون ستیز داریم؟ چرا مگه چه تری به ما فروختن جواد اوجی وزیر نفت ایران گفته درآمدهای نفتی این کشور در سال 1400 یعنی سال گذشته 43 میلیارد دلار بوده. او که در مراسم امضای تفاهم نامه وزارت نفت و شهرداری تهران صحبت می کرده، گفته این 43 میلیارد دلار از محل صادرات نفت میانات گازی و فراورده های نفتی حاصل شده حالا اینکه وزیر نفت میگه ایران 43 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته یعنی چی؟ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران همزمان با مبادلات مالی و بانکی به ریال و دلار آمریکا از سوی ایالات متحده تحت تحریم اولیه و ثانوی است. یعنی نه تنها اتباع و شرکت های آمریکایی از خرید و فروش نفت و گاز و محصولات پتروشیمی با ایران منع شدند، بلکه اتباع سایر کشورها و شرکت های غیر آمریکایی هم در صورت خرید محصولات صنایع نفت و گاز ایران با تحریم و جریمه مالی از سوی ایالات متحده مواجه خواهند شد این تحریم ها در اردی به 1397 و توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا با خروج این کشور از توافق هستهی برجام اعمال شد. دولت وقت ایران چند ماه پس از شروع تحریم ها اعلام کرد درآمدهای نفتی اون از 100 میلیارد دلار قبل از خروج آمریکا از برجام به کمتر از 8 میلیارد دلار رسیده. به بیان دیگه تحریم های ایالات متحده در سال 97 منجر به سقوط 92 درصدی درآمدهای ایران شد اما حالا وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی ملعون میگه ایران تونسته در سال 1400 خورشیدی 43 میلیارد دلار درآمد نفتی به دست بیاره که یعنی این سقوط از 92 درصد به 57 درصد بهبود میده از طرفی دولت ایران از فروردین سال 1400 شروع به مذاکره غیر مستقیم با آمریکا کرده. از همون زمان مقام های دولتی اعلام می کردند که با دور زدن تحریم ها موفق شدن درامت های نفتی رو دوباره تا حدی احیا کنند. جواد اوجی وزیر نفت ایران که امروز گفته درآمدهای سال 1400 از محل صادرات نفتی 43 میلیارد دلار بوده پیش از این گفته بود درآمدهای نفتی ایران در دوره ابراهیم رئیسی از زمان قبل از تحریم هم فراتر رفته. معنی اظهارات پیشین اوجی این بود که درآمدهای نفتی باید به بیش از 100 میلیارد دلار میرسیده. اما او امروز گفته این رقم 43 میلیارد دلار بوده. حالا در صورتی که ایران موفق شده باشه با صدور نفت و گاز و محصولات پتروشیمی این میزان درآمد کسب و این پول وارد چرخه اقتصادی ایران کنه در واقع در سال 1400 به گفته وزیر نفت ملاها موفق شدن به 43 درصد از درآمدهای نفتی قبل از تحریم یعنی حدود نیمی از اون دست پیدا کنن معنی این وضعیت اینه که اظهارات پیشین مقام های بیکفایت دولت ایران درباره رسیدن به رقم صادرات و درآمدهای نفتی قبل از تحریم از صحت درستی برخوردار نیست اما با این وجود علائم مهمی با خودش داره. حالا فرض میگیریم که این حرف ها صحت داشته باشه به فرض صحت داشتن درآمد 43 میلیارد دلاری ایران از صادرات نفتی این رقم بیش از پنج برابر درآمدهای نفتی ایران در یک سال بعد از شروع تحریم های ایران در دوره دونالد ترامپ که در اون صورت باید بتوان رد بالا رفتن میزان درآمدهای نفتی رو بر سیاست های جاری این کشور مشاهده کنیم رژیم جنایتکار ایران در ماه‌های اخیر به مدد بالا رفتن قیمت جهانی نفت که به دلیل عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین تا رقم 120 دلار در هر بشکه رسیده با ارائه تخفیف نفت بیشتری صادر و درآمدهای بالاتری با وجود ادامه تحریم آمریکا کسب کرده بدون اینکه دیگه عجله‌ای برای به دست آوردن توافق با ایالات متحده و رفع تحریم های دوره ترامپ و اجباری در کاهش سرعت برنامه اتمیش داشته باشه. از این رو میشه درک بهتری از دلیل همراهی ایران با روسیه در جریان عملیات روسیه علیه اوکراین و تعلل در پذیرش توافق در ماهای اخیر داشت که ریشه اون در افزایش درآمدهای نفتی ایران بدون رفع تحریمه. امروز باید دستم رو پیش این کنم با این همه سرمایه که داشتم من سال هشتا هفت رفتم اینم به خاطر اجزبار تو بنیاد چه یکی از این ترکش ها برام اجزاده تو کرده بود وگرنه پاما نگذاشتن هیچی نستن از بنیاد هیچ امکاناتی از دولت حتی تنها کسی است که با ماشین خودش با اصله خودش رفته زنگ این زن یانه که دور وری تو این کسافتی که گذاشتش رئیسی قوه قضاییه به نام آقای محسنی جایی کاملا من نمیشناسم منم کاملا نمیشناسم چه چه جنایت کاریه منو شما تو این فقط نگه داشته اون پدر سوخته رازینی از اون بدتر فلاح یا است اون یکشون بدتر شما یه بان دوزا آدم کش و کارو مال مردم خورین به نام دین دینی بود که داشت که اینا این حاصلش این نبود دینی نیست خودتون شما بهتر میدونین که اینا همش دروغه فقط به خاطر منافع و این زیبای گشادتون ای خدا رحمت کنه جا محمد رضا شاه را منو گرفت منو گرفتن در دادگاه نظامی پوم سال حبسم کردن بدون اینکه یه تلنگ گربه من بزنند برای یه فشنگ یه نام استنسیل امام ما اون روز یه گروهی تشکیل دادیم به نام گروه توحیدی قیز که رهبریش عهده خود من بود من کلش این گفت زمانش داشتم و اگر منو میگرفتن میدونستن تونسته بودن از من حرف دارن اعدام بودن من خودم با چند نفر دوستانم این رحیم سفر یه خائن چه صافتی چه تو بس... کاملا منو میشنسه از این بپرس شما یه باند زنایت کار آدم کشید درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی کنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید